نکته از همه مهم قانون نو عفو این است که آن به زیاده از 20,000 نفر گماندار شونده ها، عیبدار شونده ها و زندانیان تطبیق می‌گردد و فرقت اصلی قانون نو عفو از لایحه های قبلی مز در زیاد بودن شماره عفو شونده ها می باشد. بر اساس طرح نو عفو زیاده از 7,000 نفر زندانیان آزاد گردیده و بیش از 5,000 نفر از جزاهای دیگر غیر زندانی معاف می شوند. اینچنین مهلت حبس یک گروه زندانیان کاهش داده می شود، اما مقامات تعداد آنها را آشکار نکردند. اینچنین قانون عفو نسبت زیاده از 2,000 نفر تطبیق می شود که پرونده های آنها فعلا در بررسی مقامات تفتیشاتی و یا دادگاه ها قرار دارد. موافق طرح نو عفو زنان، نابالغان و مردان از سن 55 سال بالا، معیوبان گروه های یکم، دویم و سیم، گرفتاران شماری از بیماری ها از جمله بیماری سیل از زندان ها آزاد کرده می شوند. اما قانون نو عفو همه زندانیان را فرا نمی گیرد. از جمله آنهایی که با اتهام های افرادگرایی، عضویت در سازمان های ممنوع، برانگیختن کینه عداوت ملی و مذهبی زندانی شدند، از زندان آزاد نخواهند شد. تنها از مهلت جزای آنها بر اساس قانون عفو کم کرده می شود. سالهای اخیر در تاجیکستان ده ها نفر با این اتهام ها پس پنجره رفتند که در میانشان فعالان گروه های سیاسی نیز بودند. اینچنین آنهایی که با اتهام تحقیر پرزیدنت، کشتار، به خودکشی رساندن، قصدن رساندن ضرر وزنین به سلامتی، سرایت کردن به ویروس نارسایی مسئولیت بدن، آدم ربایی، خرید و فروش آدمان، حرکت های زوراوری، تروریسم و نگاه داشتن سلاح های جنگی زندانی شدن شامل عفو نخواهند شد. طبق مقررات قانون نو عفو، بعد بررسی و تصویب شدن در پارلمان تاجیکستان باید در دوام دو ماه قانون عملی شود. اما حقوقشناسان میگویند یک نازوکی جدی در اینجا وجود دارد که شخص زندانی برای عفو شدن باید به گناه خود اقرار شده اظهار پشیمانی کند. تنها در این صورت او عفو خواهد شد. تطبیق قانون عفو یا که بخشش گناه، این اعتراف گناه است. اگر شخص گناهش را اعتراف نکند و به هر حالت که نباشد گناهکاری او از طرف سود اثبات شده باشد و حکم سود به قوای قانون درآمده باشد و در همه حالات هم که باشد شخصی محکوم شده به گناهش اقرار نباشد، معیارهای قانون درباره عفو نسبت به او تطبیق کرده نمی‌شود. در تاجیکستان در سالهای استقلال 15 دفعه قانون عفو محبوسان و بازداشت شده ها قبول شده است. آخرین قانون عفو در تاجیکستان ماه آوگوست سال 2016 به مناسبت 25 سالگرد استقلال تاجیکستان قبول شده بود که بر اساس آن 12,000 نفر محبوسان گمانبر به صادر کردن جنایت های مختلف به نزد پیوندانشان برگشتند.